منت خدای عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون که برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و توان که براید که از عهده شکرش بدر آید. بنده همون به که تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد و نسزاوار خداوندیش کس نتواند که بجای آورد. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز صنف هشتم و درس ادبیات دری در صنف هشتم خوش آمدید. عزیزان قند به جلسه هفتم رسیدیم. عنوان جلسه امروز ما کتاب گلستان سعدی است. در ادامه بحث در حوزه دستور زبان میپردازیم در یک مفهومی تحت عنوان وند و انواع آن را برای شما توضیح خواهیم داد. عزیزان قند در فضای مجازی کانال ارتباطی ما را دنبال کنید. 209647802554513 این کانال ارتباطی ما را حتما در نظر داشته باشید. کارخانگی، پیشنهادات، هر نوع انتقادی داشتین برای ما روان سازید. خب دوستان قبل از اینکه وارد درس جدید شویم کارخانگی جلسه قبل را حل میکنیم و بعد میپردازیم در جلسه نو. خب شاگردای عزیز در جلسه قبل یک کار خانگی برایتان گفتیم که در عبارتهای زیر نوع ریشه فعل را مشخص کنیم. ما سه نوع فعل داریم دوستان، سه نوع، یا فعل ماضی است، یا فعل مضارع و یا فعل مستقبل و آینده می باشد. خب این سه نوع فعل دارای ریشه هستند. حال ریشه فعل یا بن فعل یا جزء ثابتی که در داخل فعل وجود دارد دو نوع است، یا صیغه امر است یا صیغه ماضی است. حال هر کدام از این انواع فعل دارایی است. اگر فعل ما فعل مضارع باشد دوستان نوع بن ما می شود صیغه امر، و اگر هم در واقع فعل ماضی باشد و فعل مستقبل باشد این دو نوع فعل دوستان دارای بن از نوع صیغه ماضی می باشد. نگاه کنید دوستان در مثال ها. حسنیه شربت را نوشید، فعل ما نوشید است. خب نگاه میکنیم نوشید از یک مصدر آمده، از مصدر چی؟ از مصدر نوشیدن، از مصدر نوشیدن. خب حال که از مصدر نوشیدن است انتهای چی هست شده؟ این نون مصدری او هست شده. وقتی نون مصدری هست شده یعنی چی؟ یعنی نوشید میماند. طریقه ساخت صیغه ماضی همینطور بود دوستان. در ساختن صیغه ماضی که در واقع نوع چیه؟ نوعی ریشه فعل است، ما چیکار میکردیم؟ نون مصدری را از انتهای او میانداختیم که برای فعل ماضی و فعل مستقبل ای در واقع ریشه کاربرد داشت. خب نوشید پس چی میشود؟ ریشهش میشود بن چی دوستان؟ صیغه ماضی. صیغه ماضی میشود در واقع اینجا برای ما در حوزه نوشید که این فعل را میخواییم ریشهش را مشخص کنیم. اهالی محل در مسجد نماز میخوانند، میخوانند مصدرش چیه دوستان؟ از خواندن میآید، از خواندن. خب برای نگاه میکنیم فعل ما چه نوع فعلیه دوستان؟ فعل ما فعل مضارعه، فعل ما فعل مضارع یا فعل حاله. خب حال نگاه میکنیم برای ساختن ریشه در واقع فعل مضارع چیکار میکردیم؟ میگفتیم ابتدا ما باید از صیغه امر بسازیم. صیغه امر چجوری بود؟ صیغه امر میگفتیم که یک میایم امری میکنیم مصدر را، از مصدر خواندن امری به خواندن چه میشود؟ بخوان.
امری بخواندن بخوان. حالی که بخوان میشود، نگاه کنید دوستان، میشود بخوان. خب میشود بخوان چرا برمیداریم؟ به ابتدا که به نشانه امر است برمیداریم. نگاه کنید دوستان، به ابتدا رو برمیداریم میشود خوان، میشود خوان. حالی می که ابتدای فعل مضارع است با شناسه انتها رو با هم ترکیب میکنیم میشود چی؟ میخوانند، میخوانند. پس صیغه ما، ریشه ما در این مثال چیه دوستان؟ ریشه فعل ما در این مثال میشود صیغه امر، یعنی دوستان صیغه امر. و مثال آخر دوستان، شاگردان ما سال بعد به صنف نهم خواهند رفت. فعل ما چه نوع فعلیه دوستان؟ فعل ما فعل مستقبل یا آینده یا خواهند رفت، یعنی کار هنوز انجام نشده. خب حالا میگوییم ما میخواییم ریشه فعل رو در این فعل مشخص کنیم. خب اولا اصل در واقع کلمه کدام دوستان؟ رفت، رفت نشد اصل. خب حالا از کدام مصدر رفت؟ از مصدر رفتنه، درسته دوستان؟ خب چی حذف شده در مصدر رفتن؟ حرف نون افتاده حذف شده، رفت مانده، رفت باقی ماند. خواهند رفت مشخص شد. خب رفت، حالا اگر نون را حذف کرد از انتهای نون مصدری چی میشود دوستان؟ میشود در واقع همون صیغه چی دوستان؟ صیغه ماضی، صیغه ماضی که در واقع نحوه ساختش را براتون توضیح دادیم. این شد دوستان از انواع ریشه فعل که در این مثال ها پیاده کردیم. خب شاگردای عزیز، وارد بخش جدید شویم تحت عنوان گلستان سعدی، شاهکار نثر زبان و ادبیات دری دوستان. به قول بسیاری از ادیب دوستان همین کتاب گلستان سعدی است. خب این کتاب گلستان سعدی همانطور که از اسمش مشخص است، نویسنده او شیخ مشرف الدین مصلح ابن عبدالله متخلص به سعدی شیرازی است که این کتاب در قرن هفتم نگاشته و نوشته شده است. میگویند سعدی شیرازی در ابتدا تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش که شهر شیراز میباشد شروع میکند و برای ادامه تحصیل وارد بغداد میشود. او دوره دوستان مدرسه نظامیه بغداد مهمترین مرکز تعلیم و تربیت بود. ایشان وارد بغداد میشود و صرف و نحو و ادبیات را ایشان در همین مدرسه نظامیه میآموزند و سپس به عنوان یک خطیب توانا و زبردست وارد حجاز و شام میشود. و در واقع میگویند که از آثار مشهورشان میتوانیم در گلستان اشاره بکنیم که ابتدا کتاب بوستان سعدی را ایشان می نویسد. کتاب بوستان یک کتابی است که در قالب نظم است، قالب شعر است. نزدیک چی؟ نزدیک 4000 بیت این کتاب بوستان سعدی دارد که این کتاب را می نویسد. متاسفانه بعد از نگارش این کتاب، سعدی شیرازی دچار افسردگی شدید می شود و پشیمان می شود که عمر خود را به بطالت گذرانده. ولی به تشویق دوستان و دعوت دوستان، ایشان کتابی را یک سال بعد از بوستان تحت عنوان گلستان می نویسند. یک کتاب بسیار بسیار حکمت آموز و آینده نگر که برای نسل های بعدی بسیار توصیه می شود دوستان کتاب را بخوانید. کتاب دوستان دارای نثر ساده، فنی و مسجع است. کتابی است که دارای سجع‌های فراوان است، حکایت‌های بسیار کوتاه، زیبا و دلنشین دارد که برای ما میتواند بسیار آموزنده باشد. توصیه میشود که دوستان حتما در صنف‌های هفتم، هشتم، نهم این کتاب را مورد مطالعه خود قرار بدهند. این کتاب ترکیبی از نثر گذشتگان است دوستان که با اندیشه سحرآمیز و در واقع خامه انبرین شمامه سعدی نگاشته شده. ترجمه این کتاب به زبانهای مختلف در دوره معاصر ما صورت گرفته. زبانهای فارسی، زبانهای انگلیسی، آلمانی و فرانسوی زبانهای هستند که کتاب در این قالبها ترجمه شده است. خب حال کتاب دارای 8 فصل یا 8 باب است. بخشهای اصلی کتاب گلستان سعدی را این ابواب تشکیل داده: سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت. در واقع این ابواب و این بخش‌های مختلف ای کتاب هستند. در حالی که بوستان سعدی دارای 10 باب بود، این کتاب دارای 8 باب است.
خب شاگردای عزیز، نمونه از کتاب گلستان سعدی را در قسمت فضیلت قناعت یک حکایتش را آورده ایم که برای شما بخوانیم. چه میگوید حکایت؟ یکی از ملوک عجم طبیب حاذق به خدمت محمد مصطفی صلوات الله علیه فرستاد. سالی در دیار عرب بود و به کسی تجربتی پیش او نیاورد و معالجتی از وی در نخواست. پیش پیامبر آمد و گله کرد که مر این بنده را برای معالجت اصحاب فرستادند و در این مدت کسی التفاتی نکرد تا خدمتی که بر بنده معین است. به جای آورد: رسول خدا صلوات الله علیه فرمود این طایفه را طریقتی است که تا اشتها غالب نشود نخورند و هنوز اشتها باقی باشد که دست از طعام بردارند. حکیم گفت این است موجب تندرستی. زمین ببوسید و برفت. سخن آنگه کند حکیم آغاز، یا سر انگشت سوی لقمه دراز، که زنا گفتنش خلل زاید، یا زنا خوردنش به جان آید. لاجرم حکمتش بود گفتار، خوردنش تندرستی آرد بار. بله دوستان، خب بخش دوم دوستان وند است. در مورد وند میخوایم توضیح دهیم. وند در واقع کلمه نامستقل است. کلمات نامستقل دارای معنا نبودند، بلکه بین کلمات مستقل قرار میگرفتند و معنای جدید ایجاد میکردند. خب میگم نشانه های نامستقلی که به تنهایی خود معنایی ندارند در آغاز، وسط و انتهای کلمه قرار میگیرند و معنای جدید ایجاد میکنند که با معنای قبلی متفاوت است. به طور مثال بی پول، بی در واقع وند است که در پول اضافه شده و چی شده دوستان؟ یک کلمه جدید با یک معنای جدید را خلق کرده. عروسک که در انتهای کلمه عروس حرف که اضافه شده و دارای یک معنای جدید شده. خب انواع وندها، به طور کلی وندها به سه دسته تقسیم میشوند: یا پیشوندن، یا میانوندن دوستان، و یا هم پسوند است. پس یا ابتداست، یا وسط است، و یا انتهای وندها قرار میگیرند. حالا از انواع ایوندها دوستان، ما نوع اول که پیشوند است را در این جلسه براتون توضیح میدهیم. پیشوندها دو نوعند دوستان: یا پیشوندها صرفی هستند و یا پیشوندها کلمه ساز هستند. پیشوندهای صرفی بر سر فعل میان، فقط و فقط بر سر فعل این پیشوندها ذکر میشن. خب به طور کلی اگه بخوایم مثال بزنیم دوستان، بگوییم که می و همی که در واقع در ابتدای فعل میآید و میشود بگوییم که همی گفت، میرود. به ای که حرف تأکید دارد، پس حرف بای تأکید هم میتواند از انواع این کلمات باشد که میگویم چی دوستان؟ بروی. نونی که نشانه نفی است و نشانه نهی، مانند نگفت، نخور. یا در واقع میتواند چی باشد دوستان؟ پیشوندها کلمه ساز باشد. یک کلمه جدید را میسازند که بر سر اسم و فعل و صفت میآیند، مانند چی؟ برداشت، بی اراده، همسر، دریافت، نادان، امثال. ای در واقع مساق ها و مثال هایی هستند برای پیشوند های کلمه ساز. و کار خانگی دوستان در جلسه آینده برای ما ذکر کنید، برای پیشوند های صرفی و کلمه ساز دو مثال بیارید. پس برای هر کدام از این انواع پیشوند ها دو مثال ذکر میکنید. خب دوستان و گرامیان عزیز، در انتهای جلسه امروز رسیدیم. مانده نباشید. درس امروز یک درس بسیار زیبا، دلچسب و شنیدنی بود. کانال ارتباطی ما رو دنبال بکنید. نظر پیشنهاد یادتان نرود. 2-0-964-780-255-40-13 راه های ارتباطی ما با شما خوبان، عزیزان و دوستان است. تا جلسه بعد شما عزیزان را به خدای پاک می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.